قیام مردم ایران، بیانیه مشترک گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، حمایت از حقوق تظاهرکنندگان در ایران، محکومیت اقدامات سرکوبگرانه و قطع اینترنت توسط رژیم، ژنو مقر اروپایی سازمان ملل متحد، 15 دی ماه 1396، حق آزادی بیان تظاهرکنندگان و حق برگزاری اجتماعات و اصول حقوق بشر باید به طور کامل محترم شمرده شود. گزارشگران ویژه سازمان ملل خانم عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، دیوید کی، گزارشگر ویژه آزادی بیان و عقیده، اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراغذایی و خودسرانه، و مایکل فراست، گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر، با صدور بیانیه مشترکی نگرانی خود را از سرکوب تظاهرکنندگان در ایران توسط رژیم آخوندی و کشته و دستگیری تظاهرکنندگان از جمله جان باختن کودکان و نوجوانان ابراز کردند. گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه مشترک خود که در ژنو منتشر شد تاکید کردند خواسته های تظاهرکنندگان در ایران برای آزادی و استانداردهای مکفی معیشتی و حقوقشان باید محترم شمرده شود. گزارشگران ویژه سازمان ملل در این بیانیه گفتند ما به شدت نگران شیوه برخورد مقامات رژیم ایران با تظاهرات هستیم. نام و نشان تمامی دستگیر شدگان در این اعتراضات باید علنی شود و مقامات رژیم باید به آنها سریعاً اجازه دسترسی به خانواده و وکیل را بدهند. دستور حکومت به سپاه پاسداران مبنی بر اعمال قدرت بر علیه تظاهرکنندگان و تهدیدات قضایی مبنی بر مجازات شدید غیر قابل قبول است. ما از مقامات حکومت می‌خواهیم که به طور کامل حقوق بشر تظاهرکنندگان از جمله حق حیات، آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز آنها را محترم بشمارند. گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه خود می‌افزایند ما از گزارشات مبنی بر این که دولت اینترنت را بر روی شبکه‌های موبایل قطع کرده و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و سرویس‌های پیام‌رسانی مانند تلگرام در تلاش برای فرونشاندن تظاهرات تعطیل شدند به شدت نگران هستیم. بلوک کردن ارتباطات به منزله یک نقض جدی حقوق بنیادین می باشد. کنترل و سانسور اطلاعات از طریق بلوک کردن اینترنت و سرویس‌های پیام‌رسانی بیانگر محدودیت غیرقانونی حق آزادی بیان و جلوگیری از دستیابی مردم به ارتباطات و خدمات است. گزارشگران ویژه سازمان ملل تاکید کردند فقدان اقدامات برای پرداختن به دلایل ریشه‌ای تظاهرات از طریق غیر خشونتبار نگران کننده است.